صلى الله عليك يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة سيدنا الغريب ومولانا المظلوم شهيد كربلاء السلام عليك وعلى أخيك أبا الفضل العباس وعلى أختك الحوراء زينب وعلى جميع المستشهدين بين يديك فيا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما فلعن الله من حال بينكم وبين ماء الفرات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارد چه خون که دیده چه سن روز و شب چرا از غم کدام غم غم سلطان کربلا ارث الحسین بر حسین مرثیه بخوان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي من علينا بحكام يقومون مقامه لو كان حاضرا في المكان ولعنة الله على أعدائهم لا سيما فلان وفلان السلام على المهدي وعلى آبائه السلام على المهدي الذي وعد الله عز وجل به الأمم أن يجمع به الكلم ويلم به الشعث السلام عليك يا بقية الله أشهد أنك حي لا تموت حتى تبطل الجبت والطاغوت عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما بینندگان محترم حسینیان عالم و امید اینکه هر جا هستی تحت ظل عنایات مقام بقیت اللهی خوب و خوش و خرم باشید بردای محبت ولایت حضرات آل الله در قلوب شما فوران کند ان شاء الله از کربلا بهشت روی زمین شبکه جهانی محمد حسین علیه السلام در خدمت شما هستیم با برنامه تکیه بین الحرمه بررسی مقتل آقا سید الشهدا و آنچه که راجع به مقتل بین خطوط نقلیات مقتل از کلام بزرگان وادی ولایت یعنی اصحاب آقا سید الشهدا روحی له الفدا رسیدیم بررسی میکردیم و با هم گفتگو میکردیم آنچه که در بضاعت مزجات حقیر میگنجد و زیر ایست قطعا به کرمان بردن نزد همه شما فرهیختگان و اهل ولایت و براءت از دشمنان حضرات آل الله رسیدیم به میدان رفتن حضرت اسلم یا واضح غلام ترکی آقا ابی عبدالله روحی له الفدا و عرض کردیم که این بزرگوار به نام غلام در عرصه کربلا یاد شده است حسب آن تتبعی که بزرگان و محققین داشتند و کتاب تاریخ امام حسین که کتاب بسیار زیبایی است موسوعه امام حسین این که انتشارات مدرسه چاپش کرده نه آن یکی دیگر که شخص خاصی نوشته اون را غرضم نیست انتشارات مدرسه چاپش کرده اگر کسی میخواهد مطالعهش کند آن را منظور ماست آنجا آورده از حسب تتبعش که قریب به 15 نفر در اردوی سید الشهدا تمام غلامان بودند راجع به غلام و برده و کنیز و کنیزداری در اسلام قدری دیروز سخنان را عرض کردم خدمت شما و این پنداری که بعضی میکوشند که در اذهان جوامع جا بیندازند که اسلام از اساسش با برده داری شروع شد و گزاف هایی که شنیده اید لغز هایی که میخوانند دهان کجانی که میخواهند مردم را تضعیف کنند نسبت به حق و حقیقت حتما به سمع شما هم رسیده از گفتیم اینها حرف هایی است پوشالی و پایه و اساس و سندی ندارد غرض اسلام را از بردهداری و غلام عرض کردیم و احکام آن را هم گفتیم اشاره کردیم گفتیم ببینید حتی کار در جایی از احکام یعنی شرع مقدس شارع مقدس
صلوات الله علیه به آن اشاره دارد که غلامها می تواند مسندهایی در جامعه داشته باشند بسیار رفیع و این در هیچ فرهنگ و ملتی نبوده است نخواهد بود. هرچند الان برده داری و غلام داری دیگه توی جوامع نیست، بسیار کم شده و ندر دیده می شود، ولی به هر عنوان قواعدی که اسلام برای غلامان چیده است بسیار دقیق و مهم است. من جمله از منصبهایی که می تواند غلام داشته باشد این است که در مسند قضا بنشیند، قضاوت کند، و این بسیار مهم است. من جمله از مساندی که اسلام برای غلامان در نظر گرفته است و در سیره حضرت ختمی مآب صلی الله علیه و آله بسیار مشاهده می کنیم که آنها را امراء لشکر می فرمودند و به آنها منصب لشکری می داده است. بزرگانی در این جلگه بودند مثل عمار یاسر، مثل بلال حبشی، مثل حضرت قنبر سلام الله علیهم اجمعین. اینها کسانی بودند که در نقاط بسیار بالا و رفیعی در جامعه به سر می بردند. غرض این که حضرات آل الله آنها را تحت تعلیم و تربیت قرار می دادن و ارسال می کردن به قبائل خودشان و بسیاری از این موارد که وقت گیر است اگر بخواهم شرح موضوعی بدهم، این را مطالعش را به عهده خود عزیزان واگذار میکنیم و دقت کنید، مطالب را ببینید. بین این کنیزان کسیست مثل فزه خادمه سلام الله علیها که فکر نمی کنم کسی از جامعه نسوان به این راحتی بتواند به گرد پای این بزرگوار برسد. احوالاتش را ببینید، غیر از قرآن سخن نگفتنش را ببینید. خب اینها را کجا آموخته است؟ به عنایات صدیقه طاهره صلوات الله علیها در خانه امیر عوالم امیر المؤمنین صلوات الله علیه. به هر عنوان اینکه ما گمان میکنیم غلامانی بودند و این پندار در ذهن ما به ساخته دشمنان جای بگیرد که حکومت سلطگری کذا و کذا بوده است، خیر چنین نیست. حتی غلامانی بودند در دستگاه حضرات آل الله که آنها را آزاد میکردند. حضرات آنها را آزاد میکردند خیلی ساده، یعنی به اندک بهانه او را آزاد میکردند. جای این که دقت کنید، حالا که زمینه شد بگم، جای این که در همان جامعه آن روزی غلامان را همگان آزار و اذیت میکردن. بعضی از غلامان بودن، یه صفت تون میگم که وقت گرفته نشه، یه صفت خاصی داشتن، اینها نام خاصی داشتن، اینها غلام جامعه بودن، یعنی نه فقط غلام یک شخص بودن بلکه همه جامعه اجازه داشتن به آنها دستور بدهن و آنها را مکافات کنن، آنها را تعذیب کنن، ادب کنن، بزنن. اینها بودن و اسلامت همه اینها رو جمع کرد، عزت داد به غلام ها. و ضمن این که اگر جامعه بشری اون روز را همان شبه جزیره عربستان یا بلاد دیگر را، حالا ما در مهد اسلام سخن میگوییم، آن وقتی که اسلام نوخاسته بود تعداد غلامان بسیار زیاد بود. گفتن مورخین شاید تقریبا نیمی از جامعه را غلامان تشکیل میدادن، یعنی چه؟ هر شخصی که در جامعه بود بالاخره یک یا دو سه حتی بیشتر غلام داشت. خب تعداد اینها زیاد بود. اگر وقتتن اسلام دستور به آزادی همه اینها میداد، خب بلبشویی میشد. اینها از کجا بیان؟ کسبشون چی؟ درآمدشون؟ جای خوابشون؟ همه اینها مشکلات بود. پس اسلام تدریجا برای آنها آزادی را در نظر گرفت با عزت نفس. نگفتند که اینها وقتی که حضرات آل الله آنها را آزاد هم میکردن التماس میکردن که آقا ما را از خانه خودتون بیرون نکن، میخواییم بمانیم، یعنی به اختیار میماندن به بهانه های کوچک. گلی خدمت حضرت هدیه کرده از کنیز حضرت او را آزاد میکردن، به او کرامت هم میکردن، باقی هم به او میدادن، یعنی معیشت او را تأمین میکردن. حضرت سجاد صلوات الله علیه داشتن وضو میگرفتن، غلام آبی تهیه کرده بود و حضرت ظرف دست غلام رها شد. بالاخره حضرت مجروح شدن، فورا برگشت گفت الکاظمین الغیظ، بخشیدنش و العافین عن الناس، به او کرم کردن و روایات این گونه مفصل است، آزاد میکردن و آنها میماندن. در کربلا هم همین ماجرا را میبینیم. مثل جان سلام الله علیه ابی مالک راجبش صحبت کردیم، حضرت گفتنش من تو را بخشیدم به علی ابن الحسین زین العابدین صلوات الله علیه، خدمت حضرت میرسد، حضرت میگن من تو را آزاد کردم
و اختیار میکند میدان رفتن را. از لطف اسلام به غلامان کنیزان یک جمله دیگه بگم که خب این مطلب مسدد شده باشد، حتی در احکام، حتی در شریعت آنها را به نصف میگیرد اسلام. ببینید چقدر برای آنها گشایش و وسعت فراهم میکند اسلام. به هر عنوان اسلام هم همین گونه است سلام الله علیه. بعضی نام او را واضح گفتند، بعضی گفتند خیر، اسلم و واضح دو نفر بودند. به هر عنوان این بزرگوار هم همچنین بوده است که سید الشهدا او را خریداری کردند. از جایی که گفتیم سید الشهدا و دیگر حضرات آل الله درها را جمع می کردند بین جوامع و آنهایی که استعداد داشتند را جمع می کردند و تحت تربیت و عنایت خودشون قرار می دادند و تمام اینها بر حکمت است. حضرت گفتند که تو را خریدم و تو را هدیه کردم به علی ابن الحسین امام سجاد صلوات الله علیه. ببینید متن را بخوانم که او چه کرد. بسیار اینجا مطلب دارد ولی انشالله در حین برنامه شاید اشاره کنم. پس غلام ترکی که خدمت حسین علیه السلام میکرد و حافظ قرآن بود، در بلاد غیر اسلامی هم چنین بوده از که حتی فرزندان اناس خود را منع می کردن از درس خواندن، خواندن، نوشتن. اسلام حتی غلامان را هم به جایی می رساند که آنها صاحب کتابت شوند، قرآن حفظ می کرد. حافظ قرآن بود و به میدان رفت و می جنگید و این رجز را می سرود. در احوالات او دیگر کتب مقاتل نقل کردند که سید الشهدا روحی له الفدا اسلام را قرار داده بود برای کتابت امورش، کاتب دربار ابی عبدالله است. این عبارت را گفتم که الان هر جای این عالم نشسته ای این سیم دل را وز کنی به کربلا و از حضرت اسلم بخواهی که نام ما را هم بنویس جزء محبین آقا سید الشهدا روحی له الفدا. کاتب آقا ابی عبدالله بود سلام الله علی الحسین. اگر میخواستن حضرتش نامه ای به جایی مکاتبه کنن به اسلم میفرمودن بنویس. این بنویس معلوم میکند که مسلط بر آداب کتابت است، مسلط بر ادبیات است، مسلط بر آیات و روایات است سلام الله علیه. و این امر مهم را حضرت به او ارجاع داده بودند. جای دیگری خواندم مطالعه کردم و ضبط است در تاریخ که این بزرگوار، خب شاید این حالا این عرض بنده است این جمله، لهجه ترکی و آن لهجه شیرین را داشته است، عربی هم حرف می‌زده است و کلام را خیلی زیبا عقد می کرده است. تلفظ حروفش نوع خاصی بود. حضرت سید الشهدا روحی له الفدا او را قرار داده بودند که بین را از مدینه به مکه و از مکه به کربلا هرگاه منزل می کردن این بزرگوار اولاد سید الشهدا، اولاد قافله را دور خود جمع کرد و برای آنها قصه و داستان می گفت و بچه ها را می نشان بر سر سفره صحبت هایش، سرگرم می کرد بچه ها را. لذا بچه ها به او علقه شدیدی داشتن، علاقه شدیدی به او داشتن. وقتی هم اذن میدان گرفت که حالا در عرضم به خدمت شما کتابی که ما در محضرش هستیم نقل نکرد، دیگر مقاتل نقل کردن، وقتی که اجازه میدان گرفت حضرت به او رخصت دادن، عرض داشت آقا بگذارید برم من با بچه ها هم وداع کنم و آمده وداع کردن اصلا با اولاد سید الشهدا و اطفال حرم ابی عبدالله بسیار جان سوز و جان گداز است که بماند برای ایام خودش نقل این مرثیه و روزه. به هر عنوان خوش زبان، خوش بیان، خوش قلم، خوش فکر، خوش اعتقاد این بزرگوار. حضرت سید الشهدا به او گفتن دوست دارم راجع به این بزرگوار حرف بزنم. به او گفتن تو را بخشیده ام به علی ابن الحسین. رفت در خیمه امام سجاد سلام الله علیه. خب با آن تفاصیلی که گفتن از اوضاع حضرت زین العابدین در روز عاشورا، به قدری سخت بود اوضاع حضرتش که نشستن هم برای حضرت مشقت داشت، نمی توانست. بارها در گوشه و کنار مقتل می بینیم که حضرت علیا مخدره عقیله بنی هاشم او را بلند می کردند، می نشاندند، یا حضرت علی اکبر یا حضرت قمر الولای صلوات الله علیه. یه جمله بگم، حالا ایام بین دو فاطمی است و خالی از لطف نیست، شفای همه مرزا باشد.
در اسرا شورا جنایتی کرد شمر لعنت الله علیه به حضرت زین العباد صلوات الله علیه که حضرت به رو به زمین افتادند. خود حضرتش می‌فرماید توان برگشتن نداشتند، اینقدر شدت درد و تعب و آن مصلحتی که حضرت حق می‌داند بر امام سجاد مستولی شده است. به اسلم فرمود تو را بخشیدم. به امام سجاد وارد خیمه حضرت زین العابدین شد، اسلم ابن عمرو سلام الله علیه. میان برنامه ببینیم. بنجر به قداست و صفای گل سر سادات جهان به فاطمه می نازد. انگر به قضا ستان صفای گل سادات جهان به فاطمه چشمه رحمان، چشمه رحمان روان از چشمه ساره فاطمه گردش گردون مسلم در مدار فاطمه با نزول مائده ازل کل خلایق ریز خار فاطمه اش دم مگویش جمله مردان عالم نوکره افتخار کن سید جواد چنین مادری دارید. فاطمه در کسوت زن ما سوارا سرورم از حجاب و عصمت بی بی چه گویم آزدم از حجاب و عصمت بی بی چه گویم عاجزم شهپر جبریل چتر استتار فاطمه زنده بادا بر علی و مرده بادا بر عدو خود شعار محکمی از اقتدار فاطمه. سلام الله علیک یا بنت رسول الله. به حقیقتا لذت بردیم. تشکر میکنم از کارگردان محترم برای انتخاب این قطعه. البته خب مرحوم سید جواد ذاکر رحمت الله علیه معرف حضور همه شما عزیزان هستن، ولی در انتهای مجلس همونطور که شنیدین حاج غلامرضای عینی‌فر پدر حسین آقای خودمون میکروفون را گرفتن و ادامه مجلس را ایشون طی کردن. بسیار هم زیبا بود و حقیقتا همه ما رفقای ما دارن زحمت میکشن که
شما بر سر سفره معارف حضرات آل الله مهمان شوید. ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا تو نانی به کفاری و به غفلت نخوری. اسلم غلام سید الشهدا روحی له الفدا. بزرگوار وارد در خیمه امام سجاد شد سلام الله علیه. حالا در همون عرصات جنگ، هیاهوی لشکر، اوضاع، بسیاری از یاران به شهادت رسیدند. وارد خیمه حضرت می شود، ببینید مقتر را، ببینید تاریخ را، نشست پایین پای حضرت، پایین پای زین العباد و صورتش را کف پای زین العابدین قرار داد. صورتش را کف پا قرار داد. اهل معرفت اگر حرکتی می کنند دقت کنید، اصلا از کملین در معرفت است. این حرکت یعنی چه؟ خب این حرکت معمول است، هر کس همین حرکت را داشته باشد. خیلی از بزرگان را خوانده این دیده اید که نسبت به پدر و مادر این حرکت را دارند و به جاهایی هم میرسند، غبطگاه همه مردم جامعه خودشان میشن کسانی که این گونه تواضعات را نسبت به والدین خودشان دارند. صورت هویت شخص است، بله، صورت تعینات شخص است. پای شخص دیگر پایین ترین نقطه بدن اوست، درسته؟ کسی که صورت کف پای بزرگی میگذارد به این معناست که تمام هویت خودم را زیر پای تو قرار داده. اگر در مقتل میبینیم سید الشهدا روحی له الفدا بالای سرش میرود و آن تفقد را میکند که همه حیرانند، عرض کردیم استعداد آن قابل هم مورد لحاظ است. او لطف عام دارد، او مظهر رحمان و رحیم است، ابی عبدالله روحی له الفدا، ولی وضع شی فی غیر موضعه نمیکند، قرار نمیدهد چیزی را جایی که جای آن نیست. وقتی حضرتش عملی میکند، قابل را هم ملاحظه کن، هرچند تمام وجود قابل هم به عنایت خود حضرت است، شکی در آن نیست. به هر عنوان میگویم مقدمه ای دارد که آن حضرتش رحمتش را بر او میریزد و میپاشد. صورت کف پای امام سجاد میگذارد، حضرت ملتفت او می شوند. اسلم چه می خواهی؟ یبن رسول الله، پدرتان مرا به شما بخشیده، همه امید من این است که این قطرات خونم را فدای پدرتان کنم، به من رخصت میدان دهید، اجازه بدید برم میدان. حضرت زین العباد سلام الله علیه نمی گوید به تو اجازه دادم، نمی فرماید رخصت دادم، می فرماید من تو را آزاد کردم. آزاد، انت حر لوجه الله، اصلا آزادی. در ماجرای حضرت جان هم سلام الله علیه دیدیم سید الشهدا فرمود آزاد کردم. خاطرتون باشد اگر حضرت سجاد سلام الله علیه به او می فرمود برو میدان و شهید می شد، تمام خواسته اسلم را حضرتش اجابت کرده بودند. بله، آمده است برای همین طلب، حضرتم به او رخصت بدهند، خواستش را دادندی، ولی حضرت او را آزاد می کند. تمامش اسرار است. دقت ویژه کنید چند جمله، و آن این که عرض کردیم در اون ماجرا یک اشاره مختصر هم کردیم برای اهل دقت و اهل نظر، کسانی که دنبال خاص و خواص میگردن، و آن این که عملی که از سر اختیار برخواست شود اجر و قربش بیش از این است که از سر اجبار و تکلیف انجام شود. گاهی وقتها اجبار را برمی‌دارند تا عبد را بالا بکشند، به اختیار صرف قبول کن نماز شب، این همه فضیلت برای نماز. آقا گرفتاری، نماز شب بخون. رزق و روزی میخوای، نماز شب بخون.
نور صورت میخواهی نماز شب، زیبایی صورت میخواهی نماز شب بخون، گره به کارت نماز شب بخون، حوائجت نماز شب بخون. همه گفتن، روایاتم در ادبیات فاخرم، دعای سحری را، حالا بیتش رو بگذاریم، دعای سحری را اشاره کردن، نماز شب بخون. این همه فضیلت برای نماز شب، ولی مستحب چرا؟ که عبد به اختیارش برخیزد نماز شب بخواند. و اشاره کردیم که فاضل دربندی هم رحمت الله علیه اینجا بحثی را باز کرد از راجع به وجوب و استحباب بعضی از اعمال، و مثال زدیم که جواب سلام را در وجوب بحث می کند و حج عمره را در استحباب و مقایساتی که دارد. مراجعه کنید مطلب را ببینید، زیباست. به هر عنوان، حضرت سجاد سلام الله علیه، صاحب کتابی که مثل و مانند ندارد، صحیفه سجادیه که متاسفانه بین ما غریب از قدری، مراجعه داشته باشیم خوبه. بعضی از دعاهای صحیفه سجادیه شاه کلید است، شاه کلید است، سربسته گفتم اهلش بداند. عرضم به خدمت شما، حضرت او را آزاد می کنند که اسلم، از اینجا به بعد اختیار کن نصرت ما را. قطعا اسلم هم اختیار می کرد، اصلا برای همین آمده است، طلبش هم همین است. ولی وسعت رحمت حضرات آل الله را بنگرید، وسعت رحمت در کربلا را بنگرید. تکلیف سلب می کند که به اختیار برود، هرچند یاری امام، حفظ جان امام از اهم تکالیف است. اهم که عرض میکنم زیغ خناق لفظ است، یعنی مهمتر از آن وجود ندارد. مهمتر از حفظ جان امام در تکالیف وجود ندارد. اولاست نسبت به همه تکالیف، نسبت به همه تکالیف. این خشک مقدسان ترک خورده از نهروان و خوارج زهد و ظاهر به زهد زده گولتان نزند، که اعمال را می آیند مقایسه می کنند با بعضی از حرف. حالا نمی خوام باز کنم که آن به خاطر این و این به خاطر آن، چنین چیزی نیست. اگر هم در شریعت در کربلا و نسبت به حضرات آل الله صحبتی به میان می آید، صحبت اقامه است، اقامه، قوام دادن. به هر عنوان، حضرت سجاد با این فعلشان سلام الله علیه اسلم را آزاد می کنند، اسلم به اختیار خودش به میدان رفت. به میدان رفتن آن ودایی که عرض کردم و اینها مفصلا نقل شده است تا اینجا، که شروع کرد به رجز خواندن. رجزش را هم ملاحظه بفرمایید سلام الله علیه. نظر مرحوم کمره‌ای هم پس از این می آید و راجبش صحبت می کنیم، از انتخاب لغاتی که در رجز دارد. سلام الله علیه واضح یا اسلم ابن عمر، معلوم می شود که سطح فرهنگی او هم چقدر بالا بوده است. چنین انتخاب لغات می کند در رجزش که قبل از او کمتر دیده می شود. در رجزها کسی خوانده باشد جمعی را که تا 70 تن گفتند کشت و به خاک افتاد و حسین علیه السلام آمد و گریست. سید الشهدا روحی له الفدا، آمد و گریست. و عجل فی فرج مولانا صاحب العصر و الزمان. فردا میگم انشاءالله. مریضا رو فراموش نکنید، همه گذشتگان را یاد کنید، فاتحه بخوانید، هر جا هستید هدیه به علی ابن موسی رضا صلوات خط کنید. یا علی. رزيت كربلا وصوت العقيلة تجول بخاطري ودمعي أسيلة، حراير كربلا حزن الفواطير